سلام دوستان عزیزان در خدمتون هستم برای فال هفتگیمون با هم میپردازیم به فال باخچه احساسی دوستان عزیزان مثل همیشه خوش آمد میگم به شما دوست عزیزی که تازه عضو کانال شدین خیلی خیلی خوش آمدین دوستان و همچنین سپاس فراوان از شما دوستان و یارانی که هستین در کنارم عزیزان دل در بخش احساسی مثل همیشه مجموعه هست که در اون هیچ سوژه هیچ موضوعی وجود نداره و اینکه میبینیم کارت ها چی میگن و همچنین گزینه هم وجود نداره یک گزینه هست تک گزینه هست دوستان بریم این هفته چه گلی به سر اون میزنیم دوستان مثل همیشه این فال یک فال بدون زمان هست و هر وقت که نگاه کنین درست هستش دوستان عزیزان من میرم سراغ فال ولی قبل از اون میخواستم بهتون بگم که من در فال ها ضمن اینکه با شما براتون کارت میخونم همچنین توصیه هایی رو میدم در واقع تجربیات خودم هستش و همچنین تجربیات دیگران هستش که ازشون استفاده میکنم و مطالعاتی هستش که خودم دارم حالا یکی از سالها این هستش که آیا خود من من شخص نوعی این همه حرفهایی که به شما میزنم رو رایت میکنم در خیلی از موارد بله در 90 درصد بله ولی در تا اونجایی که میتونم بله و ده در درصد نه هممون انسان هستیم و هیچ کدوممون ایدئال و عالی و بدون خطا نیستیم بنی آدم بنی خطا هم هست دوستان خب بریم ببینیم چه خبر است در کارت ها و با همدیگه نگاه میکنیم قبل از که برم کارتا رو بریزم یک سخنی داشتم به عزیزانی که از کانال های دیگه هستن و اینکه میان و کامنت میزنن با اسم کانال خودشون دوستان عزیز توجه کنین کانال من کانال بسیار کوچیکی هستش من وقتی که شما میان کامنت میزنین با اسم کانال خودتون دوست دارم که قبل از اون برای من یه ایمیل بفرستین و منو مطلع کنین چون به این صورت یک حالت سوء تفاهم برای من ایجاد میشه پس ازتون خواهش میکنم اگر میخوایم کامنتتون روی کانال باقی بمونه پس بنابراین از من با من یک مش مشورتی داشته باشین قبل از این موضوع این نیستش که حالا من یک کانال بسیار کوچیکی دارم ولی خیلی دوستش دارم و عزیزانی هم که اتفاقا میان و کامنت میذارن یک سریاشون کانال های کوچیکی دارن که جوانانی هستن که پر از استعداد و از صد تا کانال های خیلی گنده هم قشنگتر صحبت میکنن و اینکه فال های قشنگ دارن دوستان من ازتون خواهش میکنم اگر قرار هست کامنت بذارین پس لطف کنین قبلش با من منو در جریان بذارین خب ببینیم چه خبر است در انرژی ها و چه گلی به سرمون میزنیم این هفته یه خط انرژی مثل همیشه براتون میریزم دوستان مثل... حالا یه خط انرژی نه یکی دو تا بیشتر نمیریختم ولی خب این این هفته دوستان هم یه خط مثل خط های انرژی های هفتگی براتون این هفته در ارتباط با شخص مورد نظرتون دوستان هست و اینکه ببینید در چه انرژی هایی هست ببینید شخصی هستش که در واقع انرژی که داره که خودش نفر اول هست در حال حاضر به خودش میرسه به زندگی مادیش میرسه و یک حالت دفاعی داره در مقابل شما حالت دفاعی داره دوست عزیزی که داری نگاه میکنه خب این شخص ببینین حالا ممکن هستش که واقعا باید زندگی مادیش رو یک جورایی از نظر پولی از نظر کاری دستش بگیره و یا اینکه به طور کلی از نظر فیزیکی احتیاج رو به این داره که کارهایی رو انجام بده روی خودش و از خودش و از عزیزانش باید محافظتی انجام بده می جنگه برای حق حقوقش شاید و می جنگه در ماجرایی و اینکه با شما هم یک مقدار سر ناسازگاری داره دوستان خب من کاتر بسام سر جاش و کات بعدی ازش استفاده می کنم ببینیم کات بعدی بهمون چه میده کارت بعدی ببینید دوستان بله ببین شخص مسائل مادی مسائل اداری اگر در اون هست براش مهم هستش ممکن هستش که در یک مسئله هست دوستان توجه کنین که مربوط به زندگی حالا سازمانش اداری دادگاهی مسئله داره این شخص که باید اون رو حل کنه از جانب دیگه دوستان توجه کنین این شخص واقعا به فکر این هستش که درست نگاه کنه درست تصمیم بگیره و تصمیمی که میگیره دوستان بر اساس یک واقعیت باشه و واقعیت و خیلی خشک هست در این مورد ببینید دوستان این شخص احتیاج داره که دو کفه ترازوی زندگیش میزان باشه عدالت کارت عدالت وقتی که میفته دوستان کارتی هست سرد در اون احساسی وجود نداره تصمیمی که باید بگیرم باید تصمیم دقیقی باشه بر اساس منطق باشه بر اساس شواهد باشه خب خب بریم ببینیم که کارت های بعدی بهمون چی میگن ممکن هست هم این شخص در ارتباط با شما در حال تفکر هست ولی تفکری که از احساساتش فاصله گرفته تا بهترین تصمیم رو بتونه بگیره خب بریم کارت بعدی رو آپ آپ آپ. کارت بعدی بله میخواد واقعا کنترل داره بر روی مسائل زندگیش داره کنترل با کنترل جلو میره دوستان توجه کنین و, و اینکه بر همه چیز میخواد مسلط بشه همجور که گفتم بهتون آدمی هستش که الان خودش و خودش مهم هست زندگیش مهم هست اون تعدادی که باید توش باشه و فکر میکنه که با گرفتن کنترل زندگیش در دستش همه چیز رو میتونه بهش برسه پس شاید این گونه با سرد بودن میتونه جلو بره و پیشرفت کنه در هر دامنه ای که مد نظرش هستش و آخرین کارت کارت انرژی رو براتون میرسم و ببینید در ارتباط با چی؟ در ارتباط با زوجی که وجود داره یا وجود خواهد داشت در ارتباط با شما دوستان شخص احساسی شما یا شخص مورد نظر شما یا شخصی که وارد زندگیتون خواهد شد توجه کنید دوستان الان یک کنارگیری احساسی کرده کنارگیری احساسی کرده فاصله گرفته بیشتر و اینکه به چه چیزی فکر میکنه به این زندگی احساسیش فکر میکنه ولی به جایی که از دید احساس نگاه کنه واقعا از دید منطق از دید استدلال و از دید ببینید دستش هستش و حساب کتاب میکنه و خودش هستش که بهتون گفتم که الان مهمترین شخص زندگیش هستش خودش و افرادی که بهش وابسته هستن و براش مهم هستن خب بریم ببینیم که من یک کارت دیگه میکشم که کارت قطب مزکر هست و ببینیم که در چه انرژی هست دو مرتبه آخرین انرژی این شخص یک کارت درش میکشیم و اینکه میگه که من نمیخوام انتخاب کنم و اینکه من نمیخوام بزرگ بشم پس انتخاب کردن همیشه چشم پوشی هست دوستان از مسئله و اینکه این شخص اصلا به هیچ عنوان دوست نداره انتخاب کنه برای که میخواد همه چیز رو با هم داشته باشه انتخاب کردن الان در واقع انتخاب کرده نه به شما به صورت واضح و شفاف جواب میده شاید برای یک سری ها برای که یک سری ها گفتن نمیخوایم نیستیم توی ماجرا برای یک سری دیگه شاید آنچنان شفافیتی با شما در رابطه ندارم خب بریم دوستان مثل, هم مثل اکثر اوقات از کارت های آینبینی استفاده میکنم چون کارت های آینبینی به نظر خودم خیلی خوب جواب میدن و از این کارت ها رو من خیلی دوست دارم و باشون خیلی راحت هستم بریم ببینیم کارت های آینه بینین در ارتباط با شخص مورد نظر شما چه حرفی رو میزنن دوستان خب خب شخص مورد نظر شما حرف از آرامش میزنه آرامش حالا ببینیم من کارت ها رو میچینم و بعد در ارتباطش با تون صحبت میکنم خب توجه کنید دوستان این شخص دارم میبینم بعد از مدتی که در روی خودش بسته بوده و احساس خوبی نداشته دوستان حالا داره به یک آرامشی میرسه احتیاج به این داره بدون گفتم اون کارت بالا خودش نفر اول زندگیش هستش مسائل سرد نگاه میکنه برای چی برای اینکه باید شاید راه حلی برای مسائل دیگه ای توی زندگیش داشته باشه برای یک سری ها ممکن هست در ارتباط با مسائل ارسی و میراسیشون بوده یا در ارتباط با مسئله که خیلی قدیمی هستش خب و احتیاج به آرامش داره ببینید موفقیتی دارم میبینم سر راهش داره قرار میگیره و این موفقیت براش بسیار خوب هستش به اون مسئله که دلش میخواد داره میرسه از نظر مادی ممکن هست باشه ولی از جانب دیگه دارم میبینم که در ارتباط با شما هم به شما فکر میکنه و وقتی که به شما فکر میکنه آنچنان حالش خوب نیست دوستان احساب من من یک سری کسی میمونه که ببینید یه خطایی کردم در روی خودم میبندم همین که نتونم انتخاب کنم و ابهاماتی رو به وجود بیارم من میدونم دارم چه کار میکنم خب کجای کار هستم پس بنابراین در روی خودم میبندم در روی تو میبندم ولی به فکر این هستش که کاری رو انجام بده چرا که این شخص متوجه شده که شاید با شما یک رابطه روحی بسیار عمیقی داره و این مسئله هر کاری که کنه نمیتونه از خودش رو جدا کنه و دارم ببینم که الان در ارتباط با شما مسائل دارن آرام تر میشن تا حدی حالش بد بوده الان داره آرام تر میشه چون شاید به نتایجی داره میرسه خب حالا بریم ببینیم کارتای دیگه دوستانی که توجه کنین در یک جدایی به سر میبرین دوستان عزیزان دل توجه کنین اینجا معمولا افراد این فال ها رو نگاه میکنن که از نظر احساسی مشکلاتی دارن دوستان عزیزانی که از احساس نظر احساسی مشکل ندارین من لزومی نمیبینم که بخواین یک سری از این فال ها رو نگاه کنید ولی اینکه اکثرا و اغلب اوقات انرژی عزیزانی که در دوچار مشکلاتی هستن در اونها به وجود در اونها در میاد ببین توجه کنید از نظر این شخص داره ببینین با خودش فکر میکنه با خودش فکر میکنه دیدیم که اونجا میخواست کنترل همه چیز دستش باشه میخواد یک شانس دوباره ای بده به این به زندگیش به این مسئله جدایی که در اون هستش تغییراتی به وجود بیاد دوستان خیلی وقت هست داره فکر میکنه و فکر شما نگاه کنید توجه کنید دوستان شخصی هست که خودش رو در آینه نگاه میکنه و یک روحی این پشت سرش هستش یعنی که فکر شما این شخص رو رها نمیکنه و اینکه دوست داره که این شانس رو به خودش به شما بده و در کنارش خانواده افتاده حالا خانواده حرف از ریشه دار شدن داره میزنه برای من یا اینکه در ارتباط با خانوادهش هم میدونه که میخواد این شانس رو بده به خودش به شما بده, ب... بده و به خانوادهش هم در کنارش فکر میکنه یا اینکه به فکر یک تشکیل خانواده و ریشه دار شدن با شما هستش دوستان توجه کنین اینجا این شخص شاید هم در ارتباط با شما زمانی که شما رو رها کرده و رفته بوده به خاطر این بوده که شانسی میخواسته در کنار خانوادش و با خانوادش و در ارتباط با خانوادش هم داشته باشه این هم ممکن هست باشه دوستان کارت جدایی این این ته برای من حرف از عزیزانی میزنه که در مشکلاتی هستن در سردیایی هستن یا در جدایی هستن بر توجه کنید که مسائل دارن تغییر پیدا میکنن ما تغییر داره پیدا میکنه ببینید چهار فصل اینجا برای من افتاده پس تغییرات نیستش که به این سرعت به وجود بیاد تو این کارت کنیم هم بهار هست هم تابستان هست هم پاییز و هم زمستان خب بریم ببینیم میدونم که شما مثل من عاشق زمان هستن یک سری دوستان دارم میبینم که این شخص در جا به جایی هایی هست و همچنین اوج گرفته در مقابل در مقایسه با مقامی که اینجا داشته و اینکه یا اینجا جدایی که به وجود اومده ببینید هم ممکن هست شما رو را از راه دور می بپات خب هم اینکه خودش هستش که دارم میبینم که مسائل رو بررسی میکنه اوج میگیره در مقابل مسائل احساسیش تفکر میکنه اون بالا دیدیم دوستان و اینکه دارم میبینم که مسائل آنچنان ساده نبودن خودش هم داره چیکار میکنه بررسی میکنه اتفاقهای بدی که افتاده دور و برش و مسئله هستش که الان به یک بلوغی رسیده ولی که اون بالا دیدیم کارتی که میگه من نمیخوام انتخاب کنم در حال حاضر خب مسائل به یک بلوغی رسیدن و اینکه دارم میبینم که سخت بوده برای این شخص ولی حال یک چیزی در ذهنش و در روحش حک شده و یک دید دیگه ای از ماجرا داره تعبیر دوم این, این, کارت این هستش که این شخص در جابجایی‌های هستش مشکلاتی داره در مقابل پروژه که بر روی اون داره کار میکنه موفق خواهد شد ولی سختی زیاد میکشه این شخص خب ببینیم که کارت بعدی کارت رو جمع کنم ببخشید که لحظه من کارت رو جمع کنم چون دیگه بهشون احتیاج ندارم پشت کارت کارت بسیار زیبای عشق و شادی افتاده دوستان توجه کنید و مسائل جنسی یا فیزیکی خب عزیزان دل توجه کنید اینجا شما دوست عزیزی که داری نگاه میکنین کاملا اینجا افتاده این. ببینید اونجا تعادل اینجا افتاده بود اینجا قانون افتاده پس ببینید تعادل و ادالتی که شاید این شخص میخواد در حق شما انجام بده خب باشه که بین شما مخالفت هایی با همدیگه وجود داشته تضادهایی وجود داشته تضادهایی که شاید ریشه دار بودن و یا اینکه این, که این تضادها تنها در ارتباط با همدیگه نبوده بلکه در ارتباط با محیطی که در دوتاتون در اون بودیم ممکنه خانواده بودن مسائلی بودن که ولی الان دارم میبینم که برای این مسئله داره این شخص به سمت یک تصمیم گیری میره تصمیم گیری میره که یک نظم و ثباتی به زندگیش بده در ارتباط با شما ببینید تعادلی رو رعایت کنه ادالتی رو رعایت کنه این بالا عدالت این بالا عدالت پس ممکن خط بالا این حرف رو میزد که نه تنها خودش میخواد یک تعادلی تو زندگیش به وجود بیاد بلکه در ارتباط با شما هم میخواد یک عدالتی رو به وجود بیاره ولی عدالتی که خودش میخواد با کنترل به وجود بیاره خب من هستم نمیخوام تصمیم بگیرم خب میخوام ببینم که زندگی کجا منو میبره خب دوستان توجه کنید پس بهتون گفتم کارت عشق کارت شاد، شادی کارت انگیزه یا همون مسائل جسمی و فیزیکی افتاده و پیشرفت و موفقیت بهتر قشنگ ترین کارت ها این, کار این پشت افتاده پس تا حدی برای من این مسئله برای این شخص واضح هستش که چه کار میخواد بکنه ولی الان جایی رسیده که باید در ارتباط با اطرافیانش هم کاری رو انجام بده که نسیخ بسوزه نکبا خب عزیزانه که با همدیگه دیگه جر و بحث این شخص جر و ها رو یادش نرفته متاسفانه خب ببینیم کارت دیگه بهتون چی میگن در ارتباط با این شخص دوستان در میان در وسط کارت ها کارت آشتی افتاده برای دوستانی که در ایجادی هستین کارت آشتی افتاده کارت آشتی این شخص ببینید دوستان خودشو داره رها میکنه یک مقداری از همونجور که دیدیم اینجا اوج میگیره در مقابل مسائل اینجا خودشو رها میکنه خودشو رها میکنه در مقابل مسائلی که شاید تا حالا عذابش میدادن و اینکه خیلی مرتبه خشخاش میذاشته خودش رو رها میکنه و اینکه دارم میبینم اینجا بعد از یک جدایی الان کارت وسطی حرف از آشتی میزنه ولی هنوز براش مسائل روشن نیست که شاید چگونه بتونه این کار رو انجام بده و از خودش داره میپرسه برای یک سری ها دوستان انتخاب هم دارن این اشخاص اوکی؟ انتخاب هم دارن خب بریم ببینیم کارت, بعدی در میان کارت ها دوستان حرف از امید و آرزو و بهبودی مسائل میزنه حرف از رویاه های این شخص برای من میزنه باقی دوستان ببینیم با شما دوست عزیزی که اینجا افتادی که تعهد و شما اینجا افتادی حلقه و شما اینجا افتادی از جانب دیگه بدونین اگر که شخص سالسی در این رابطه هست که میتونه شخص سالس دوست باشه خانواده باشه میتونه شخص دیگه ای باشه که توی زندگی این شخص باشه بدونین که اوضاع خیلی خراب هستش بینشون خب و امید داره که این شخص ببینیم با شما به یک مسئله ببینید این کارت ها رو نشونتون بدم حلقه و اینکه این شما هستی این کارت کارت شما هستش که افتاده به اون مسئله بخواد برسه دوستان خب بریم ببینیم اینجا چی میگه ایست این شخص رو دارم میبینم در مقابل شما از ترسش از ترس اینجا ایستاده من میبینم یه های چی کامنتاتوره میگن که اگر که ببینمت نمیدونم این کار این کار میکنم سر دومتو میچینم ببینین اینجا این میترسه میترسه از این مسئله واسه همین هستش همینجور که گفتم نمیدونم چه کار کن, چه چجور برگرده یک سریاتون هم حتی باش تماس هم که بگیرین دوستان میترسه حتی شما باشن که باش تماس بگیرین میترسه اینجا هم دارم اینم داره میترسه خب و باز هم اینجا دارم میبینم که اینجا قیچی که اومده اینجا حالا یا حرف از این جدایی برای یک میزنه و حرف از این میزنه که دوستان سعی میکنه با ترس خودش ترس خودش رو بچینه بره این خودش رو با این قیچی بیاد این پای بستش رو اون بالا و دستای بستش رو به قول معروف آزاد کنه و اینکه شما این باز اینجا افتادین دوستان عزیزم و اینکه دارم می‌بینم که به سمت شما بسیار گرایش داره اینقدر گرایشش زیاد هستش و خودش هم متوجه شده که یک به قولن ریسمانی بین شما هست که به هیچ عنوان نمیشه از گردن خودش بیرون کنه ببینید آرکان های ماجور یا تاروت کبیر زیاد افتاده دوستان اینجا اینجا بر من یک دو سه سه تا اینجا افتاده چهار پنج شیش هفت هفت و هشت نو ده یازده ببینیم پس این شما در این روزا در ذهن این شخص بسیار بسیار حضور دارین عزیزان دل و اینکه دارم میبینم باز هم کارتی که افتاد اصلا افتاد پایین از میز افتاد پایین حرف از باز هم عدالت میزد ادالت اینجا ادالت رو الان من سه بار دیدم در کارت ها با اون عدالتی که در کارت آینه بینی بود دوستان توجه کنین حرف از یک دوره نقاهتی رو پشت سر گذاشتن میزنه ببین دوستان بعد از مدتی که این شخص یک دوره نقاهتی رو پشت سر گذاشت دوست داره که حالا بیاید وارد صحبت کردن بشه حالا بیاید به یک آشتی برسیم و خودش رو رها میکنه تصمیمی میگیره برای زندگیش و برای نزد دادن به زندگیش و اینکه دارم میگم بازم اینجا کنترل اونجا بود اینجا قدرت هستش با قدرت عمل میکنه و دارم میبینم که وقتی که ببینید تصمیمش میگیره که خودم رو یک جان برای من اینجا جان دوباره گرفتن در ارتباط با زندگیش هست در ارتباط با شما هست دوست عزیزی که داری نگاه میکنه و میخواد در ارتباط با شما یک ادالتی رعایت بشه ممکن از بیاد با یک عالم کادو یا با یه برای اینجا حرف از فراوانی میزنه فراوانی که در زندگیش در ارتباط با شما میخواد به وجود بیاره که براش بسیار مهم هستش شخصی هستش که بدون همجور که گفتم در ابتدا تعادلی در زندگیش وارد شدن براش خیلی مهم هستش این روزها و ببین به در مورد چی و در مورد زندگی احساسیش ولی خیلی میخواد با متد و یواش و مرحله به مرحله جلو بره خب همه چیز رو خودش دست بگیره اینجا آقای امپراتور همیشه به تو میگم امپراتور جرسقین هم تکونش نمیده اینقدر آدم سنگینیه اون هستش که تصمیم میگیره کی کجا چگونه کارهایی رو انجام بده دوستان خب این از این خب ببینیم که من از آخرین دست کارت استفاده میکنم براتون ببینید دوستان سکوت این شخص از دل شکسته ای که داره هستش قلب شکسته ای داره و اینکه میدونه که باید حرکتی کنه و تصمیمی بگیره و یک سری از بندهای گذشته رو از دست و پاش رو باز کنه و مسئله روشن کنه و اینگونه هست که به این موفقیت خواهد رسید تصمیم داره میگیره فقط این صحبتی هست که اینجا داره میکنه سکوت من از دل شکسته من هستش از درون من هستش یه سریا رو من خیلی خوب میشناسم دوستان ظاهر بسیار آراسته ای دارم و وقتی ببینینشون اصلا فکر میکنین که شما اصلا, انگ... اصلا انگار نه انگار خب ولی وقتی که من حالا در, در... برای فالهای خصوصی میبینم یعنی هم میبینم که واقعا داغونن ولی جر ظاهر هیچی نشون نمیدم شما میگین از این شخص خوشبختتر و راحتتر دیگه وجود نداره و اصلا ککم نمیگزدش به هیچ عنوان ککش هم نمیگزه ببخشید اصلا اصلا این خیالش نیستش در واقع اینجور نیستش دوستان خب خب ببین کارت دیگه چی میگه پس دلش این شخص دوستان باید شده که مسائل با دقت بررسی کنه و اینکه دو دل باشه در مقابل انتخابایی این میخوا... که میخواد بکنه ولی کم کم داره به سمت هدایت داره میشه در واقع خدا هدایتش کنه الهیامی جالب اینجاست که بدون دوستان این, این شخص زندانی ترس های خودش هستش ترمزهای روانیش بسیار زیاد هستش ولی دارم میبینم که به یک معنویت داره میرسه به یک معنویت داره میرسه اینقدر که در روی خودش بس که اول کار تا دیدیم که حالش آنچنان درست نبود و از نظر معنوی داره رشد میکنه این شخص اوکی و همچنین دارم میبینم که اینجا دوستان شادی براش افتاده شادی براش افتاده و دست دادن دارم براش میبینم بالاخره از این حالت در میاد از این حالت که شاید در یک بلوکاش هستش در میاد و کاری رو انجام میده حالا کی انجام میده اونو من نمی‌دونم نمیتونم بهتون بت... بگم ولی به هر حال اینجا دارم میبینم عدد سه زیاد افتاده شاید در سه وعده دیگه حالا یه سریام میگن در سه تناسخ دیگه عزیزان و خدا اک کاش من یک به اینجا یه باگت مژیک داشتم یک از این چوبای جادوگری داشتم همه چیزها رو همه مشکلات رو را از راه شما بر می داشتم بله از این حالت های بد در میاد Das war in Schachsmum. موفقیت مالی داره سراغش میاد و بعد از موفقیت مالی که داره سراغش میاد قلبش رو باز میذاره انگار که راه قلبش چانته قلبش موفقیت های مالیش هستش که بریزه توش حالش درست بشه ممکن هست در ارتباط با مسکنش باشه در ارتباط با یک خانه باشه و اگه نه که که موفقیت مالیش که به دستش بیاد شاکره قلبش هم چانته میریزه توش باز میشه و اینقدر ببینین اینجا دارم ببینم که به هر حال به فکر این خواهد بود که حالا بشینم بسازم و قدرت میگیره مقادیات به این شخص قدرت میده دوستان و الان دارم میبینم که میگه که ولی فکر میکنم همه چیز رو با فکر میخواد انجام بده خب و یک سریاشون هم دوستان این حالت کنترلگری که اون بالا بود کم کم از دست میدن خب فکر میکنم و از این حالتی که باید همه چیز تحت کنترلشون باشه در میارن ولی که اینجا دیدیم که زندانی ترسشون هستن خب بینیم آخرین کارت ها چه میگه هی توجه کنید دوستان این شخص چیزی توی زندگیش خراب شده مسئله توی زندگی شوکی به این شخص وارد شده که حالا شوکی بوده که حالا برای یک سری در خیلی گذشته دور بوده یا در گذشته نزدیک هسته شخصی هستش که دستش نگاه کن به قلبش هستش و این دل شکسته همونجور که اون بالا بهتون گفتم و این قلب درد و این ازایی که در اون هستن دوستان باعث شده که یک حالت دفاعی داشته باشن یه حالت دفاعی داشته باشن. میخوان صحبت کنن حرف از شاکرای گلو میزنه احتیاج به صحبت کردن دارن در ارتباط با احساسات درونشون دوستان خب ولی زمان میبره زمان میبره تا این شخص بخواد زبون باز کنه و حرفی رو بزنه پس ماجرای اصلا کلا به صورت کلی و به صورت خلاصه اگر من بخوام به شما بگم این شخص دوست داره در ارتباط با شما منصف باشه و عدالتی رو انجام بده همه چیز هم دستش هستش و خودش هم میدونه و اینکه دارن میبینن که روی خودش داره کار میکنه الان به قسمتی از زندگیش رسیده که باید انتخابی رو کنه اگر خودش هم انتخابی رو انجام نده کائنات به این سمت و سو حلش میدن اوکی؟ پس بنابراین توجه کنید داره به این سمت و سم میره ولی زمان میبره زمان میبره تا اینکه بخواد حرف بزنه در, مقابل در مورد احساساتش حرف بزنه چرا؟ چون احساساتش نگاه کنید تحت کنترلش هستن به مسائل احساسیش فکر میکنه به شما فکر میکنه ولی الان در حال حاضر کسی هستش که تمام اطلاعاتی که از دور و برش از کائنات رو داره دستش میاد داره بر میداره اطلاعات رو تجزیه تحلیل میکنه ببینیم باز بر میگره به همون حالت کنترل گریش براخره مسائل روان خواهند شد بعد از یک پیروزی مالی که خواهد داشت که چانته ی زندگی احساسیش هستش یه آدمی هستش که واقعا از در, خفا زجر میکشه خب و حرف نمیزنه و اینکه فعلا در حال حاضر مشاهدگر شاهد ماجرا هستش هیچ کاری فعلا من نمیبینم زمان میبره تا اینکه بخواد مسائل درست بشه و اینکه واقعا از با تمام وجودش دوست داره که این عدالت رو رعایت کنن چون متوجه هست که بی ادالتی کرده اینکه شخصی متوجه بشه بی ادالتی کرده خیلی مهم هستش یک قدم به سمت انسانیت هست به نظر من خب عزیزان دل من میدونم که حالا اه اه یک سری از عزیزان دوست داشتن که شاید سخنان بهتر و قشنگتری بود متاسفانه کارتها بیشتر از این به من نمیگن من دو تا کارت از کارت فرشتگان عشق بر شما میریزم بریم ببینیم که فرشتگان عشق در ارتباط با این شخص چی بهتون میگن حرف از ماه اصل میزنه و حرف از این میزنه که مواظب پرچم های قرمز باشین دوستان برای یک سریاتون برای من به نظر من این شخص سراغتون میاد برای همه نیستش دوستان این شخص سراغتون میاد و اینکه ولی با همه این احوال باید خیلی اصاب دست باهاش را برین چرا که این شخص شخصی هست زخمی زندگی و روزگار و آدمی هست کنترلگر و همین که راداراش یک خطری رو ببینن چکار میکنه اون سریعا اون آجیره آجیره, آجیره شروع میکنه آجا آجیره آجیره شروع میکنه به بوغ زدن پس مواظب به قلب نازنین تو مواظب به خودتون باشین شخصی که روبرو دیگه شما هستش آدم خیلی سفت و سختی هستش آدمی هستش که پر از زخم هستش پر از درد هستش میخواین باهاش برید وگرنه اون دیگه تصمیم با شما هستش عزیزان خب دوستان عزیزان من روی ماهتون رو میبوسم امیدوارم که تونسته باشم یه چیزهایی رو برای شما روشن کرده باشم کامنتات کامنتاتون هستم میبینم یک سری از دوستان بم بم میدیم مثل علی عزیزم و با, با هم دیگه در مورد فال بحث میکنیم همیشه بعد از فالها ها با یک سری از عزیزان دوستان کانال که برای من خیلی جالب هستش خب عزیزان روی ماهتون رو میبوسم و بهتون میگم روز روزگار خوش و تا فال دیگه خدا نگهدار